سلام و خوش آمدید. در این ویدیو به شما در مورد پنج افعال کمکی و نحوه استفاده آنها آموزش داده خواهد شد. در زبان نروژی ما پنج فعل کمکی داریم. او کن نه، کان کنه کن می توان توانستن می توانست. مت مو مت باید یعنی یک لغت امری میباشد باشد که ما در زبان دری در زمان حال آینده و گذشته استفاده می ببرده بر، برده، باید یک لغت امری است که فقط به طور مسلحتی در جهت تشویق استفاده می شود. ویله، ویل، ویله خواستن، می خواهم، می خواستم اسکله، سکال اسکله این لغت می تواند همزمان چند معنی بدهد. به طور مثال، باید، خواستن و قصد داشتن بستگی به این دارد که در چه جمله به کار برده شود. افعال کمکی معین مودال، در تشویق آرزوها، دستورها و فرصتها استفاده می شود. افعال کمکی می تواند معناهای مختلف در زمینه های مختلف داشته باشد. اکن کن کن توانستن می توان. می توانست. توانستن یعنی به این معنی که شما توانایی انجام کاری را دارید. برای مثال، یکان سناک نوش، من می توانم صحبت کنم. یکان بیل. من می توانم موتر را درایوری کنم. توانستن همچنان به این معناست که شما قابلیت انجام کاری را دارید. به طور مثال، یک کان مرتضای اترسکولم. من میتوانم بعد از مکتب شما را ملاقات کنم. دکان بیل مرگن امکان دارد فردا باران ببارد. توانستن نیز به این معناست که شما اجازه انجام کاری را دارید. به طور مثال، دو کان فو فری ادک. شما می توانید امروز را رخصدی بگیرید. 11 کان یوره لکسر پسکولم شاگردان می توانند کار خانگی خود را در مکتب انجام دهند. مت مو مطه باید درس حالت آینده، حال و گذشته باید به این معنی است که شما باید کاری را انجام دهید. اجباری است. به طور مثال دومو تاپ و بیلته نوردو شرر هنگام درایوری شما باید از کمربند یمینی استفاده کنید. ویمو رسپکت روبراندره ما باید به هم دیگر احترام بگذاریم باید به این معناست که شما مجبور نیستید کاری را انجام دهید اما توصیه می شود یعنی یک امر و یا دستور نیست به طور مثال وی لگ اوستیلی ما باید زود بخوابیم دو بور سپیس شما باید غذای سالم بخورید ویل خواستن او ویل 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 خواستن می خواهم می خواستن. به این معناست که شما آرزو دارید یا می خواهید کاری را انجام دهید. به طور مثال ی ویل لعره ناشک من می نروژی بیاموزم. هان ویل بلی لعگه او می خواهد داکتر شود. سکال باید اسکول له سکال سکول این لغت می تواند همزمان چند معنی بدهد. به طور مثال باید خواستن و قصد داشتن. بستگی به این دارد که در چه جمله به کار برده شود. زمانی که در مورد برنامه هایی که در آینده اتفاق میافتد صحبت می کنیم، از باید استفاده می کنیم. به طور مثال یا اسکال رئیس تیل ترکیه نست سومر من باید در تابستان بعدی به ترکیه سفر کنم علی اسکال تیل لیگه مرگن علی باید فردا نزد دکتر برود باید همچنان میتواند زمانی استفاده شود که شخصی باید کاری را انجام بدهد به طور مثال هاردو لورت اوبکاون دوست کا یوردن ایداک وظایف خود را تحویل داده اید شما باید امروز این را انجام دهید افعال معین کمکی تقریبا همیشه با افعال دیگر به صورت مستر بدون او می آید به طور مثال هان سکال سپیل شاک او مرد می تواند شطرنج بازی کند هن سکال رئیس مرگن او زن باید فردا مسافرت کند ویویللر نوشک ما می نروژی را بیاموزیم. آیا به خاطر دارید که افعال معین کمکی چیست و چگونه می توانید از آنها استفاده کنید ؟ اگر نه دوباره فیلم را تماشا کنید ممنون که تماشا کردید.